تو این ویدیو میخوایم بریم سراغ بندهای متالکور و خب یه مهمون ویژه داریم واسه اینکه یه همچین تیر بندی انجام بدیم. نیکان از بند پامسینگ لینک که دیگه همتون میشناسید و چه وکال خفنی، اومدیم اینجا که راجع به بندهای متالکور صحبت کنیم و تیر بدیم به 40 تا از بندهای متالکور. نیکان جان خوش اومدید. سلام برای بچه تورین، خیلی خوش اومدیم به ویدیوی دیگه. من از سواحل ویتنام اومدم، این ویدیو رو میخوام براتون رکورد بکنم و یه تیربندی خیلی خفن داریم براتون. خوش اومدی تو. آره خودتو. خب طبق روال همیشه ما چند تا تیر داریم اینجا، S که مطمئنا بهترینه، A, B, C, D و دیگه آشغالا هم که میذاریم توی F. فکر کنم توی این چلتوبندی که اینجاست کسی تو F نمیره، درسته به نظرت؟ قطعا کسی تو F نمیره، چون اونایی که انتخاب کردیم همشون خیلی معروفن. اونایی که قبل تو F باشن متاسفانه نتونستیم اد کنیم، ولی آره داشتیم گروهی که نتونستیم. خودتون میدونین اون دو نفری، اون دو تا بندی که از نظر ساله و تو F باشن کدومان، حالا ما خیلی بازش نمی کنیم. خودتون فرض کنین اونا رو تو F دیگه، مثلا کنارش فرض کنین. متاسفانه برگشتن همون دوباره قرار آهنگ بدن. اوکی برو بریم. برو ببین بند اولی که داریم ازایلای داینگه. نظر راجع به ازایلای چیه؟ قبل از اینکه بیسیسشون بره به نظر من خیلی خفن بودن. حالا نمیدونم الان که بیسیس رفته میخوان چی کار بکنن، چون یه جورایی یه وکال کلین خیلی خفن هم از دست دادن علاوه بر صرفا یه بیسیس. واسه همین البته ما الان قراره بر اساس رزومه‌ای که تا الان بند داشتن بیام قضاوتشون بکنیم. درست. بین A یا S به نظرم، به نظرم پایین تر از A نمیتونه باشه. نه پایین تر A که قطعا نمیتونه باشه، ولی آره. هم خیلی اینسپریشناله، هم از همه نظر خوبه، موزیک خوبه، ریفا عالیه، خیلی هدبنگیه، هم چقدر هاشیه ایه، چقدر آره. بندیه که اصلا هاشیهاش سرویس کرده بود، داشت نابود میشه. این که تونستن از اون منجلاب خودشون نجات بدن واسه من یه ریسپکت اصلا دیگه ای داره. و هر جا که یعنی هم S من میتونم بذارمش هم A و یه هر کدوم که خودت بگی. به نظرم فعلا تو A بذاریمش تا بعد ببینیم به چه نتیجه میرسیم. بذاریم تو A. گروه بعدی Asking Alexandria. این که دیگه از نظر من که همه میدونن کامل بستگی به تو داره که کجا بذاریمش. ببین Asking Alexandria واسه من خیلی خداست. من اصلا بهترین بند متالکوریه که اصلا باش آشنا شدم. هم دنی هم دنیس، یه جورایی هر دوتاشون، این دوتا وکالیست کسایی بودن که من به خاطرشون خواستم وکالیست بشم. و رزومه Asking Alexandria تا سال 2017 که اون آلبوم Alone in a Room Asking Alexandria اومد، به نظر من بدون شک بهترین بند تاریخ متالکورن، حتی بهتر از Bring Me The Horizon. آره اما از 2017 تو به الان Asking Alexandria واقعا یه ترش به تمام معناست و اصلا دیگه متال کور نیست، مادرن متال هم نیست، یه جورایی آرن، یه سبک آرنا راک شده یه جورایی. چقدر بد بود آلبوم پارسالش؟ خیلی بد بود. یعنی من اینکه اینقدر همه از این الکساندریا هم و پول آلبومشون رو گوش دادم اصلا نتونستم اون تعمل رو کنم، اصلا افتضاح بود. به نظر A یا B؟ ای بی خیلی نامردیه خداییش، یه دونه آلبوم بد دارن واقعا. ما بسریم ای واقعا خیلی نامردیه. ولی قبل از ازایلای داینگ نذارش، بعد از ازایلای اوله ایه. یه داستانی که هست که 10 سال پیش واقعا جرئت نداشتیم، یعنی من خودم به شخصه تو سینمتال ایران جرئت نداشتم بگم من دوست دارم از که انکسان ریا رو یا بینگ میدور هایزان رو، چقدر هیت میگرفتن. خیلی با این که موزیکاشون خوب بود همون تایم مثلا یه مشکلی داره، نمیدونم این داستان رو دیگه. بند بعدی August Burns Red. خب من خیلی گوش دادم، نمیدونم تو هم گوش دادی یا نه. آره. خیلی معروفن، ترک هیت هم زیاد دارن اگه اشتباه نکنم. شاید یه جورایی ملودیک ترین بند متالکوریه که الان هست، یعنی واژه ملودیک متالکور خود آگست برنز رده و بچه‌هایی که خیلی ملودیک دست متال دوست دارن و کلا دوست دارن کارهای ملودیک گوش بدن و تا حالا مثلا مادرن متال و متالکور زیاد گوش ندادین، من اولین پیشنهادم بهتون آگست برنز رده. هر کدوم از ترکاش، یعنی هر کدومش رو گوش بدی یه ملودی کاملا متفاوتی داره و یه وایب کاملا متفاوتی و مطمئنم لذت می‌برین. آگست برنز رده
اینکه خیلی خفنن من میگم بی. آره باید بالایی ها رو مثلا نگاه کرد دیگه واقعا. آره در اون حد من نمیبینمشون واقعا با اینکه آره. خیلی خفنن. و اتفاقا چه نکته خوبی هم اشاره کرده، چون اتفاقا امروز با یه دوستی حرف میزدم به همین موضوع اشاره کرد که مثلا من خیلی خوشم اومده از این گروه، تازم و متال آشنا شده، یعنی خیلی هاردکور فن تور داره دنبال میکنه، خیلی حال کرده بود و آره اشاره خیلی خوبی کردی، کسی که تازه با متال آشنا شدن خیلی خوششون میاد مطمئنم. واسه استارتر پک عالی آگسپنزاد، یعنی واقعا عاشق متال کور میشه با این بند. بند بعدی برتوس. برتوس چرا گوش دادی برتوس؟ 5 ترک فوقش خیلی کم گوش دادم. حال نکردی فکر کنم وقت نشد. ببین تایمی که به من لیستو دادی تا الان خیلی عجیب و غریب بود و از هر لیستی که مثلا دادی یا سر گروهی که دادی سعی کردم چند تا گوش بدم ولی نه اونقدر نگرفت من واقعیتش. حاجی برتوس به من باشه میگم اس، ولی حالا چون دو تا موافق نیستیم بذارش تو ای فعلا. آخه میدونیم چرا، یه چیزی بهت بگم، وکالیست برتوس کلب شما در واقع این وکالیست سابق اتک اتک بود اون موقعی که اتک اتک استارتش زده شد. و واسه این خیلی شخصیت معروفیه کلا تو داستان متالکور. و اینکه این بند درسته که 5 نفرن، فکر کنم 5 نفر یا 4 نفرن، اما پروژه در اصل پروژه یه نفر است، یعنی خود کلب شما همه چیز رو رکورد میکنه، موزیکو میسازه، شعر میگه، خودش هم میخونه و بقیه اعضای بند فقط توی لایوا فعالیت دارند. مرسی. یعنی بند حالا صرفا بند یه نفر است و شعرهایی هم که خود کلب مینویسه خیلی قشنگه، خیلی شعرهای موتیویشنالی داره و من خیلی دوستش دارم. با اینکه موزیکش خیلی سنگین نیست، یه جوری شبیه از الکساندریاس، ولی خیلی وایب خوبی میده به آدم. و اینکه وکالیستش هم خیلی وکالیست خوبیه، هم با تجربه است، هم کلین خیلی قشنگی داره و اسکریماش هم که محشره به نظر من خیلی خوبه. از همه نظر استاندارد این بند من میگم ای. بعدی از کنگستانیا یا قبلش؟ ببین راستش رو بخوای به نظرم در حال حاضر از الکساندریا بهتره یه جورایی. الان که خیلی از گروه ها از اسکنستانیا بهتره متاسفم. آره اسکنستانیا همچنین هی میره جلو دراپ میشه، هی میرسه به اف ده این تشکیم تو اف افتاده. بند بعدی فیت فور ای کینگ. فیت فور ای کینگ خیلی خوبه. من اتفاقی با وکالشون یه بار چت کردم، داشت لیگ آف لیجنز بازی میکرد رایان کروای، بعد بهش گفتم چرا فلان اسپل اونجا گذاشتید، بعد یه جوری خیلی بدی جواب داد بهش که اصلا به خودم مربوط هم. حالا جدا از این داد خیلی بند خوبی هن، واقعا عالی هن. بعد اینا هم بیسیستشون هم میخونه، چه صدای خوبی داره اون، ولی موزیکشون خیلی نوستالژیکه به نظرم. فیت فور کینگ یه تایمی خیلی ترکونده بود، نمیدونم الان داستانش چجوری تو مدرم مثلا، ولی یه تایمی واقعا تو همه فستیوالا مثلا رفت میرفت و نمیدونم همه جا صحبت ازش بود اگه اشتباه نکنم. و الان رو نمیدونم، خیلی وقت من نرفتم سراغشون. این موزیکایی که جدید دوتا سینگل آخرشون رو من خیلی حال نکردم، فکر کنم یه البته یه دونه سینگل دارن نمیدونم ریپر یا ریپ اسمش ترکش بود، من اصلا حال نکردم. به نظرم فعلا بی باشه تا ببینیم. یه دونه بند هست، چند تا بند دیگه بهش میرسیم، خیلی مخالف همیم، من منتظرم برسیم سر طرفمون تا جایش صحبت کنیم. بند بعدی بلست فال. بلست فال و حاجیمون کریگ مربیت وکالیست خفن، البته دیگه فکر کنم تو بلست فال نیست دیگه، هم تو اسکیپ دی فیت. ای اسکیپ دی فیل رو فکر کنم نداشتیم تو این لیست، عجب اشتباهی کردم، حالا مهم نیست. بلست فال قدیما سال 2010-11 اینا که اس بود، الان اصلا از 2018 که فکر کنم آهنگ ندادن و اصلا از اون بنده که ممکنه دیسپند بشه به نظرم و یه جورایی دیگه تمومه بلست فال، واسه همین میگم سی واقعا. ولی خب به تأثیرش هم مثلا میشه نگاه کرده چون خیلی قدیمی هم مثلا تو این راه.
تقریبا. آره سی بذاریمش شدی؟ فعلا بذاریم دیگه، آخه خیلی گزینه‌های خفنی داریم الان. آره نسبت به اینا میشه واقعا گفت، چون اس و ای که خیلی راحت پر میشه. آره بنده بعدی ایرا، این بنده من خودم خیلی دوست دارم، یکی بنده که تو این لیست واقعا خوبه و خیلی هم طرفدار داره تو چنل، یعنی من خیلی ها رو دیدم که آلبوم سالشون آلبوم پارسالشون بود، یعنی خیلی دوست داشتن این آلبوم تو لیستشون بود. یکی از الکترونیک ترین و مدرن ترین بنده های مدرن متال به نظرم، و اون توی سولو گیتاراش که حالا گیتاریستشون یه تپینگای خیلی قشنگی میزنه همیشه، من یعنی ایرا رو با تپینگش قشنگ میشناسم، خیلی قشنگه سولوهایی که میزنه گیتاریستشون، بعد صدای گیتاریست هم خیلی قشنگه، اون وکال کلینی که تو کارستان میکنه خیلی احساسیه. نمیدونم اسکن نمیدیم، نه اس به هیچ عنوان، نه به هیچ عنوان، بی نامردیه یه مقداری، چون واقعا بهتر از این دوتا به نظرم. آره از کنیسانیو بندازیم آخر از سر دراب بند بعدی پارنس هم خیلی چجوری بگم، خیلی دپرسیو آهنگاشون، اگه چی بود دی اس بی ام بود گوش میدادین تو بلک متال، اگه اون سبک رو دوست دارین میخواین وارد این ژانر بشین، کارنت بهترین آپشنه براتون، اگه باد اشعار خیلی به قول معروف دپرسیو و خیلی فاز منفی و اینا حال میکنین، کارنت خیلی فاز منفیه، قشنگ فاز منفیه متال کور یه جورایی، ولی بازم از طرفی چه ریفایی داره، یعنی اصلا دلت میخواد گیتار رو برداری تبلیه چلش رو پیدا کنی فقط بزنی و عشق بریزی، اینقدر که ریفاش هم گریه میاره با خودش و خیلی بند غمگینیه اصلا کلا، ولی من بهش بی میدم در کل، من خیلی سیس غم و اینا نیستم زیاد تو متال آخر بی یا مثلا آره دیگه آخر آره بابا بعد از گیت فور کینگ آرگست اینا آیستان کیل. او این بندیه که خیلی با هم اختلاف نظر داریم، خیلی دوستشون داریم میدونم، ولی من نمیدونم چرا نمیتونم باشون ارتباط بگیرم. این میشه آخه خیلی خفن، نمیدونم چرا نمیتونم، ببین واقعا نمیتونم باشون ارتباط برقرار کنم و اصلا عجیب و غریب نمیتونم و نمیدونم چرا. من مثلا با همه بزرگای متال کور میتونم، با آیستان کیلز نمیتونم. خب مثلا فکر کنی این مشکلش چیه، چی نداره که ببین وکالشون رو دوست ندارم، وکالا رو نمیدونم چه دوست ندارم، کلینش اصلا ببین یه موزیکی خیلی خوبن، یه سری کارا میتونن انجام بدن، اصلا آدم کف میکنه، لایواشون چقدر لایواشون قویه. آره. ولی یهو به نظر من وکال یه کارایی میکنه که من دوست ندارم، نمیدونم چرا، واسه اینه نمیتونم باش ارتباط برقرار کنم. مثلا یه همچین مشکلی رو من تو موشنلس این وایتی که حالا بعدش ندارم، تو هیچ کدوم از این بنده ای که اومدیم ندارم، ولی آیستان کیلز رو نمیدونم. میدونم اگه من این حرف رو نمیزدم میرفت تو اس، مطمئن میرفت تو اس. ببین آیستان کیلز به نظر من بهترین کارسای متال کور رو داره، حالا شاید مخالفی با هم، ولی ببین ملودی وکالی که داره اجرا میکنه و ساخته رو، این از محشرم فراتره به نظر من. فقط سلیقه ای ها، یعنی اصلا اینجوری نیست من فنی بخوام ایراد بگیرم، فقط سلیقه هم نمیخوره بهش. بعد نگاه کن اصلا موزیک ویدیوهاشون رو نگاه میکنی فیلم لامصب، اصلا هالیوودیه یه جورایی، و یکی از بنده هم اصلا که خیلی نسبت به تصویری که دارن ارائه میدن خیلی افورت زیادی میذارن و کارگردانه خفنی دارن، موزیک ویدیوشون خیلی فرق داره با بنده دیگه، خیلی پیچیده تر و پرهزینه تره. بعد حضورت عرض بکنم که آیستان کیلز اصلا معروفه که در 15 ثانیه، یعنی شعارشون اینه که تو 15 ثانیه 4 تا حس مختلف رو به تو القا میکنه، هم خوشحال میشی، هم ناراحت میشی، هم خشمگین میشی، هم هر حس دیگه پیدا میکنی، واسه همین خیلی فلکسیبل به نظر من. دیگه ای بذاریمش بابا. نه ای آره، ولی اس تو رو خدا بذاریمش به خاطر تو اول ای میذاریمش. آره واقعا من به نظرم بهتر از اول ای دنگه. اوکی موشنلس که من اس واسم واقعا، منم اس میدم به نظرم واقعا اس اصلا خیلی خوبه، خیلی خوبه هنوز خوبه. آخرشون شد
یعنی ببین هرچی بقیه بندا مثلا جلوتر میرن بدتر میشه آلبوماشون، اینا برعکسن، جلوتر میرن بهتر میشه آلبوماشون. اینا هم خیلی هیت گرفتن تو ایران اوایلی که اومده بود سر داستان مرلی منسون. آره خیلی هیت گرفت اصلا. اون بنده خدا چیز واقعا شبیه مرلینه، اصلا دست خودش نیست، اصلا میمیک صورتش، اصلا صورتش یه حالت گلابی شکلی داره، گلابی برعکس مثل مرلین قشنگ. آره حیفه، ولی حیفه که اینقدر هیت گرفت تو ایران. الان خیلی بهتر شده، الان میبینم خیلی فن داره پیدا میکنه موشنلس این وایت و باعث خوشحالی. آره. بابا بند بعدی فالینگ این ریورس، نظر من اگه اخلاق وکالیستشون رو در نظر نگیریم اس اگه در نظر نگیریم آره، ولی خیلی اخلاقش بده آجی، خیلی بده، خیلی تطلوع اوناست که گفتم، قشنگ عملا تطلوع اوناست، اصلا غیر قابل تحمل قشنگ، اس نذاریمش خداییش. موزیک خیلی قوی هم تنبیهش میکنیم، از اس بر درش میگیم تا یاد بگیره. متوجه شی که میذاریمش توی ایت تا آخر ایت. خیلی دیگه چیزی در نظر بگیره. آره بنده بعدی دی سیکر، دی سیکر یادش بخیر، یه بار با وکالشون صحبت کردم و چون یه دختره گوگولی خیلی کوچولویی داره، نوزاد بود، بعد دیدم نوزاد رو یه جور خیلی بدی خوابونده بود، بهش یه وارنینگی دادم، گفتم با من پزشکم اینطوری نخوابون نوزاد تا 6 ماهگی، اینا تا 5 ماهگی تقریبا بلد نیست که با دهن نفس بکشه، واسه همین نوزاد نباید اصلا با شکم بخوابونیشون که بینیش کاور میشه، اصلا ممکنه که کلا خفه بشه نتونه نفس بکشه. بعد کلی هم تشکر کرد و اینا. ولی حالا جدا از اینا خیلی وکالیست خفنی داره، کلیناش محشره واقعا، نمیدونم خودت گوش دادی یا نه. من یا ایناست که 3-4 ترک گوش دادم، اونجوری نرفتم تو خوار مادرشون ببینم داستانشون، ببینم داستانشون چجوریه. یه رو رفتیم تو خوار مادرشون. اوکی دی سیکر فعلا بذاریمشون سی، چون که بندهای بهتری رو بی میخوایم بذاریم به نظر. آره بی بند خوبی هم، ولی کار خاصی نکردم، اونقدر چیز خاصی ارائه ندادم به نظرم، با اینکه خیلی خوب آهنگاشون. گروه بعدی اوشت، این اسمش بله اصلا اس، و حتی میتونیم قبل از موشنلس هم بذاریمش، بازم من بعدم نمیم اصلا اسم بندم نمیگیم چون اگه اینا نشناسی اصلا نباید ویدیو رو ببینی، ما خودمون هم نمیشناختیم لوگوش، خودمون هم لوگوش رو نمیدونستیم چجوریه، ولی خیلی خوب. ببین الان تو چنل یوتیوبشون داره مثلا یه سری ویدیو ها میاد که درامره داره یه جوری پوز میده اسکیل خودشو، از خیلی قویه. فلسفه بندشون میدونی چیه؟ نه اولا که هیچ عکسی ازشون وجود نداره، کلن قیافه هاشون هیچ جا نیست، من گشتم خیلی، پیج شخصی هم تا اونجا که من میدونم ندارن توی اینستاگرام و صرفا پیج بنده. وکالشون اسم و فامیلش معلوم نیست، فقط یه لقبی داره به اسم وسل، بهش میگن وسل. آقا داستان اینجاست که وسل یه شب خوابی میبینه، خود وکالیسته، و تو اون خواب به یه موجودی برمیخوره، یه موجود خداگونه‌ای بوده ظاهرن توی خواب، و یه جوری بهش الهام میشه که ایشون باید اشعاری در متن اون خدایی که توی خوابش دیده یاد بسرایه و به پرستش اون خدا روی بیاره، و وسل میره میگه آقا کی حاضره با من در این مسیر خیلی ابزرد و عجیب همراه بشه که ما بیایم بپرستیم این موجودو، یه خدایی هست دوره همین مثلا پرستش کنی، و واسه همینه مثلا موقعی که مرچ میدن میگن آقا مثلا برین ورشیپ کنیم، مثلا هی کلمه ورشیپ ها مثلا به کار میبرن توی پست اینستاگرامشون دیگه، سیستشونه دیگه، حالت پرستش و اینا. اسم بند سلیپ توکنه. ببین وکالیستشون اینطوری بهتون بگم بچه‌ای که دارین این ویدیو رو میبینین، تحریرایی که این وکالیست داره شجریان، مرحوم شجریان نداشته، این در این حد من این آدم رو اینقدر دوستش دارم که
یعنی دارم با شجریان مقایسهش میکنم الان از نظر بحث تحریر و تکنیک های خوانندگی. اونقدر اسکریم های خاصی نداره، ولی بکنم یه ترکی بود هیپنوتایز بود اسمش، هایپنوزیس بود، یه همچین چیزی بود مال اسلیپ توکن. تو اون ترک قشنگ قدرت وکالش و تکنیکش رو نشون میده، اصلا ببینید پشماتون میریزه. یعنی اصلا کلا چقدر خوشحالم که بهشون خیلی توجه شد، مخصوصا پارسال متال همه رفت روی جلد، کرنک فکر کنم برش رو جلد، کلی مطالب خیلی بهشون توجه شد و خیلی خوشحال شدم واقعیتش. بعد یه لباسا و یه ماسکای خیلی عجیب و باحالی هم دارن. مرچشون خیلی خوشگله. بهش اهمیت میدن، مشخص خیلی اهمیت میدن به این موضوع. به شدت پیشنهاد میکنم این بند رو حتما چک کن. اصلا موزیک خیلی قویه، اصلا موزیک اصلا دنبال این نباش که حالا یه خدایی آوردن و اصلا اینا رو ولشون کن. یعنی اگه حتی این داستانم قبول نداری اینا مهم نیست، یاد ببین دارن چی کار میکنن. واقعا خفنن، واقعا خیلی خفن. بند بعدی که ما اینجا داریم لوس، خیلی خوبه. اصلا یه جایزه هم بردن توی بریتیش هیوی میوزیک اوارد که فکر کن جایزه رو برینگ می دی هورایزن نبرد و لوت برد. برینگ می دی هورایزن یه جایزه دیگه بود، این خفن بودنش. لوت هم یه جورایی یه ورژن مثل اسلیپ توکن قشنگ، ولی از نظر موزیکی خیلی فرق میکنه باش. موزیکش بیشتر سمت مثلا دفتون و ایناست. کسی بتونه توی انگلیس برینگ می دی هورایزن رو بگیره خیلی دهنش سرویس میشه. خیلی محبوبه برینگ می دی هورایزن توی انگلیس مخصوصا. لوت رو من پیشنهاد میکنم یا اول A بذاریم یا آخر S بذاریم. اول A بذاریمش. Aمون دیگه پر شده جورایی. Bring me the horizon. Bring me the horizon. به الانش هم باید نگاه کرد. چون به از کنگستانی همی همچی کاری کردیم، به الانش هم باید نگاه کرد. آره. حاجی من الانشونم بدم نمیاد خدا وکیلی. ببین الان اسمی الکساندریا رو بدم میاد واقعا، ولی الان فیت بد داره. خیلی فیتای بدی داره. چیه بدی داره؟ فیتای بدی داره. فیتش با اتشیران رو گوش دادی؟ آره آره، لایوش هم دیدم. لایوش اصلا متال نیست، اصلا هیچی نیست. ببین آره، ولی از طرفی همین که توی اون لایو میره با اتشیران اسکریم میکنه و مردمی که اونجا پشماشون میریزه، من خیلی واسه این ریسپکت قائلم. آره خیلی داره زحمت میکشه اصلا کلا واسه این داستان. آره اودینس معمولی مثلا اودینس پاپ و اینا رو بیاد مثلا آقا بگه آقا مثلا ژانری به اسم متال هم مثلا وجود داره واقعا. آره از این نظر خیلی ریسپکت قائلم. با ام جی کی مثلا فیت داره، من اصلا مرمر میشم اسم طرفو میشنوم. خیلی خیلی ناامیدم کرده است که میام از کنستانی بیم میده هایز حداقل از کنستانی ها میره فیت میده با نمیدونم وکال چیز بیدی تپتیشن. آره این مثلا میره با ام جی کی فیت میده است. خیلی بر برینگ میخواد دارن میرن که سلبریتی بشن یه جورایی. آره کامل مینستری، من کامل مینستری دست خود بیم میده هایز. خیلی وقت هم هست که دستشه. آره موافقم. خب بیا یه کاری بکنیم، یا ارا رو بذار بی بریمیو بذاریم ای، یا لوت رو بذار اس بریمیو بذاریم ای. حالا لوت اگه خودت نشینی موافق نیستی من اوکی هم که تو ای نگهش داری. اون که گفتی و کردیم کام ارا رو گذاشتی سی بعد وقت دیاره. خیلی اوبر نمشنیم بیمو داره ازی رو بذاریم بعد. اوکی بذاریش کجایی؟ نه دیگه بذار آخر ای دیگه. آخه شجی چه خوشحالم یکی بعد از که نیستاری که آمد. بند بعدی بندی که من خودم خیلی دوستش دارم و نمیدونم چرا من انقدر دوستشون دارم. متوجه خیلی من دوستشون دارم. اصلا یه چیز عجیبی دوستشون. آره خیلی موزیکاشون رو گوش وای به خیلی خوب بهم میدم. اصلا اینجوریه که صبح علکی خوشحالی پلیش کنی. اصلا مود آره. مود علکی خوشحال بودنه. خیلی من حال میکنم باشون. ارزش صبحگاهی و اینا. آره واقعا مثلا چیز اونقدر خاصی تحویل نمیدن مثل بقیه. آره. ولی یه چیز ساده رو تحویلت میدن، ولی خوب تحویلت میدن. بی واقعا حقش. بی بذاریمش، بذاریم. کجا نظرت کجا؟ بنده خفنی یا بی یا سی. آخه اخیرا اینا هم خیلی
اینا یه چیز جدیدی ارائه ندارن، از اول همون همین آره همونو داره همونو داره تکرار میکنه، ولی دارم آره. میگم بندی که خیلی شاده. آره اول سی بذارش اول سی قبل از آره پرامشستونی واقعا بین رپی هم که داره توش اجرا میشه خیلی اندازه است، یعنی خیلی کوتاه آره، رپ میکنه توش، آدم خسته نمیکنه آدمو، میدونید اینم خیلی دوست دارم کلا موده محترم. خیلی خوبی بهم میده. بند بعدی که اینجا داریم اوکی کجا بذاریمش کامل همش نه همه رو تو بگو، هر تیری که بگی میذاریمش. براونینگو خوبه ولی ترشه دیگه، الان واقعا خیلی لیستنری اونجوری دنبال براونینگ نیست، البته میدونم فنای خفنی داره ولی دو سه تا جز دو سه تا موزیک خفن بقیه موزیکاشون مالی نیست. بعد مثلا المان تکنو ترانس و مثلا تو آهنگاشون دارن خیلی باحاله، ولی مثلا نمیاد دیگه الان خیلی نظرم تو سایه هن، اما دی اوکیه به نظرم دی اوکیه دی هم داشته باشیم دیگه با... باید به بنده بقیه هم نگاه کنیم دیگه، واقعا در حد آره اینا اگه هستن با من اصلا در سطح بقیه نیستم. ویجوار او شت اس اصلا بدون شک ویجوار خیلی خوب بود، موافقی یا نه؟ نه ویجوار خیلی خوب پارو پارسالش هم خیلی خوب بود. بعد یه چیز با حال بهت بگم راجبه تکنیکی که وکالیستشون میخونه، نه فالس کورد نه فرایه، چون ما مثلا تقریبا 99% تکنیک هایی که توی وکال داریم یا روی پلتفرم فالس کوردن یا روی فرایه. آره. این هیچ کدوم نیست. این صرفا یه آدمیه که داره فقط شاوت میکنه، داد میزنه. اینو که متوجه میشین و بریم پلی ترو وکالش رو نگاه بکنین و مدلی که تمرین میکنه، یارو اصلا صداش یه مدل عجیبیه، یعنی حالت عادی یه ذره صداش میره بالا ولومش اصلا اسکریم میشه خود به خود، از انگار داره داد میزنه، بعد همون دادا رو عملا داره رکورد میکنه و چقدر هم صدای خوبی میده. بند بعدی که ما اینجا داریم ویل آف مایا. خیلی خوبن ولی بی چرا؟ خدایی خیلی پایینه. من خیلی ویل آف مایا رو دوست دارم، قشنگ فکر کنم همون داستان چیز رو داریم مثل آیشتان کیلزه اس دوست داری بذاریش بعد بند سرم. ویل آف مایا خیلی خوبه، من هر روز دارم گوش میدم هنوزم آخه هنوز خوبه. ببین ترکی جدیدش رو گوش دادی؟ 4 دقیقه بود، 2 دقیقه بود، چرا بود 4 دقیقه بود؟ 2 دقیقه بود. سیم ویز بگن ویدیو من راجبشون 4 دقیقه بود. خیلی خفنه اصلا، خیلی خفنه، خیلی خلاقانه بود. گیتاریستشون که اصلا که بهترین گیتاریستای بین همه شونو واقعا به نظر من خیلی یارو خلاقه. ببین ای خدایی دیگه حقش بذاریم ای اوکی واقعا خوب. چرا دادی دوستش دادی؟ برام برینگ هورایزن رو دادید؟ میشه بیشتر از 10 تا گذاشت؟ آره 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 هر شب دوست داری میتونی بذاری، بیشتر از 7 تا میشه گذاشت؟ آره 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 هر شب که دوست داری میتونی بذاری. براونینگ خدا دارم بذار سی، اون براونینگ هم دیگه دی حقش نیست واقعا. من فکر کردم مثلا چون محدودیت داریم. نه نه همه رو مثلا همه رو میتونیم بذاریم ایس اصلا اوکی. همه رو میذاریم ایس همه عالیه همه رو دوست داریم. بند بعدی آرکیتکت. من به نظرم ایسه، نمیدونم به نظرت اصلا آلبوم پارسالشون اخ اخ به امسال دوستشون ندارم، امسال اصلا دوستشون ندارم. اینا هم دارن میزنن جاده خاکی ها، حال نمی کنم. آره امسال اصلا دوستشون ندارم. میتونیم مثلا اول ای هم بذاریم، اینقدر من امسال دوستشون ندارم. اول ای نه آجی بذار فعلا آخر، بذارشون آخر است. اما آخر است واقعا آره. چیزه واقعا امسال یه دونه موزیک ویدیو داده، موزیکش موزیک آخری که داده خیلی آره. بده اصلا نه. من اومدم ویدیوشو بگیرم نتونستم، انقدر بعدم اومد از موزیک اصلا نگرفتم. آره اصلاش پوینتی نداشت موزیکه، نمیم چرا همش کاری با خودشون کردم. بند بعدی Bleed From Within و کجا بذاریمش به نظرت؟ اینم از اون بنده ای که هر جا بگی میذاریمش. خیلی خفنه بریم اول ای
نه تو ای بذار، ولی بعد از آره آره موافقم دقیقاً. اولی اون باشه بعد لوت باشه اوکی برازم. دو تا بند بعدی بنده حاشیه‌ای، یعنی حاشیه‌ای که دارم میگم اینه که خیلی تو ایران فن دارن و مطمئنن کسی که داره ویدیو رو میبینه دوست داره ببینه که کجا میذاریمش. اولی بعد اومنز. بعد اومنز خدا چی فکر میکنی؟ من اسم میخوام بذارمش چون پرفورمنس لایوش اشک من در میاد لایو اینا رو میبینم. مگه میشه اینقدر قوی؟ خیلی لایوش قویه. ایده پردازیاشون و موزیکایی که دارن میدن هم روز به روز داره بهتر میشه. آلبوم امسالشون که اصلا بلوغ رسیده به نظر من بعد اومنز تو آلبوم آره. امسالشون تازه شکوفا شدن اینجوری. آره الان خیلی بهتر شد. اسپریت باکس اینو تو بگو کجا بذاریمش. من زیاد تاگه بگم دوست ندارم مطمئنم. خیلی دلم میخواد بگم واقعا اسم، ولی اسپریت باکس اس نیست به نسبت اونایی که تو اسداریم واقعا در سطح اونا نیست. مخصوصا این روتوسکوپ ای پی جدیدی که داده بودن یه جوری دیسکو کور بود، یه جوری عجیب. آره جان عوض کردن. نه از این دارن که جان عوض میکنن گن میزنن دیگه. یعنی آرکیتکس هم همین شده، مطمئن نمالون بعد آرکیتکس افتضاحه. واسه همین با ارفاق فراوان سپیت باکس نمیتونیم ای بدیم به نظرم. به اسپید باکس آلبوم قبلی که مثلا آلبوم آخری که دادن خیلی ترکوند، ولی من اون آلبوم مثلا سه تا ترک دوست داشتم توش. کل آلبوم سه تا ترک خیلی بده، ولی سه تا ترک رو خیلی دوست داشتم. زیاد سلیقه من نیست و ای واقعا جای مناسبیه واسش. این چی بود؟ ایمیننس. ایمیننس بچه اگه نمیدونین این بند یه ترک فارسی داره، البته ترک فارسی نیست، لیریکش انگلیسیه، ولی اسم ترک هست این نیز بگذرد. این نیز بگذرد به فارسی نوشته ها، یعنی توی اسپاتیفای سرچش بکنین همینو فارسی بزنین این ترک ایمیننس رو میاره که این نیز بگذرد. در واقع اون کوت معروف عطاره که مثلا خیلی حتی تتوش میکنن یا مثلا میگن روی نگین مثلا انگشترهای قدیم مثلا حک میکردن مینوشتن و کلن فوق العاده آهنگ قشنگیه و اون آلبوم محشره و وکالیستشون یه ویولونیست خیلی خفنی هم هست و یه جورایی بهشون میگن اصلا سبکشون ویولون کوره، ویولین کور. و در کنار اینا خیلی موزیکای خوبی دارن میدن. به نظر من اول بی، اول بی آره، یعنی قبل از آگست پرنس رو اینا بچه که عشق چیزن بدن سراغش دیگه، عشق ایران و اینجور چیزن. آره دقیقا بدن سراغش که عرق ملیتون اینجا واقعا باید به کار بیاد. گروه بعدی این کدوم بود؟ افتر بریاله. آره آره افتر بریال. افتر بریال یه دونه ترک داره تم شرقی داره. ببین من اون ترک رو قشنگ هفته‌ای که اومد گوش دادم، خیلی شانسی هم اصلا گوش دادم. از اون موقع تا الان دوستشون دارم. 2013 فکر کنم اومده ترک، 2014 2015 نمیدونم پولوش همون تایم اومده. آره مال آلبوم دیگ دیپ بود که فکر کنم 2015 اومد دیگه. آره من از اون موقع دوستشون دارم، یعنی از اون موقع یکی از گروهایی که واقعا دوستشون دارم. خیلی خفن بودن. آلبوم بعدیشون هم فکر کنم Everlasting نمیدونم چی Evergreen همچین چیزی بود، اونم خوب بود به نظرم، ولی دیگه خبری ازشون نیست اصلا. خب نیستن توی جاب، نیستن، میان چارت هیت میدن میرن اصلا کلا، یعنی هیچ خبری ازشون نیست. واسه همین به نظرم تو بی. آره بی واقعا جا مناسبی. آره اوکی هر جا بذاریش به نظرم اوکی. بند بعدی میس می آیه. میس می آیه یه فاز چیز داره، فاز مثل چیز دیگه از آیلای دایین، فاز کریستیان. آره. کریستیانیتی داره. آره دقیقا. که اگه الان ایمان بیاری مثلا همه چی یه درست میشه، دنیا کارتونی و گل بل بل و خیلی متن کارشون رو دوست ندارم اصلا. آره. کهیر میزنم من متنشون رو میبینم، ولی موزیکی واقعا حرف واسه گفتن داشتن یه سری تایم ها. آره موزیکاشون خیلی خوبه، ولی بازم خب به نسبت بنده‌ای که اینجا داریم، ضمناً میسمیای خیلی وقت بود که کار نداده بود.
و الان فکر کنم 2021 تازه یه کار داد، بعد مثلا 5-6 سال فکر کنم اگه اشتباه نکنم. بعد من خودم لوی بنتون خیلی دوست دارم، وکالیستشون خیلی وکالیست خوبیه، ولی به نظرم بازم موزیکشون خیلی چیز قابل ارائه در حال حاضر نداره با این قولایی که تو لیست داریم. من سی بزنم. خدای سی خیلی خوبه، دی هم حتی میتونم اینقدر از این داستانه متن شعرش بابا حداقل از آیلای دایی مثلا یکم داستانه زندگی هم میاره، یکم راجع به اونها حرف میزنه. اینا سفت تو ایمان میاره همه چی اوکیه. آره عجیبه. بیر تومارو وکالشون خیلی خوبه، خیلی متفاوته، صدای کلوفتی داره، سنگ مستم. آره. من دوستشون دارم، گردنه رو تبر نمیزنه لامستم، نمیدونم این وکال جورج فیشر تور. آره دقیقا جورج فیشر تور است، صدا قشنگ خیلی خوبه. جدا از اون کلا موزیکاشون هم خیلی خوبه. آره من دوستشون دارم. من بکنم A میدم بهشون. تو چی؟ A آیلیه فقط بعد از قبل از کنگستان ریا. آره قبل برتوس خوبه به نظرم، یعنی بعد برتوس. بعد برتوس. بند بعدی نورسلین. اوه نورسلین حاجی شت. آلبوم جدیدشون رو گوش دادی؟ آبزیدیان؟ نه هنوز. اوه ببین اصلا اونو گوش بدی، اصلا باید دنیای جدیدی از مادرن متال مواجه میشه که تو هیچ بندی، یعنی واقعا تو هیچ بندی نشنیدی. ایوه ببین الکترونیک ترین موزیکیه که تا الان توی متال کور ساخته شده این آلبوم آبزیدیان. مرسی. اصلا یه سری جاها اصلا موسیقیشون تکنو میشه کلا، خیلی خفنه. اون نورسلین قدیمی خیلی خوب نبود به نظر من، خیلی مالی نبود. من نورسلین جدید رو خیلی بیشتر دوست دارم، مخصوصا از وقتی که وکالشون عوض کردم به نظر من خیلی بند بهتر شد. مثل همین نورسلین خیلی دلم میخواد اس بدم، ولی اس دیگه خیلی نیست واسش. آجی آبزیدیانه واقعا در حد یه آلبوم آخه. ببین همه تون پیشنهاد میکنم این آلبوم گوش بدیم، خواهش میکنم. لینکش تو دیسکریپشن میذارم، حتما حتما یه چک بزنید. نورسلین گوش بدیم، نورسلین رو گوش بدیم. بعد خب بزن تو ای بذارش دیگه، حالا فعلا دیگه تو ای خوبه، آخر نذار دیگه. این مثلا لوت و ویل آف مایا بذارش بزن. اوکی آره. خدا کلیل بلا ما یار من خیلی دوست دارم، ناراحت میشم. بلا ما یار من خیلی دوستش دارم واقعا، اگه بتونم به دو تا بند اسم بدم یکیش بلا ما یار، انقدر دوستشون دارم، خیلی دوستشون دارم. پارک فی درایو، اوه من خیلی حرف میتونم بزنم راجبشون. خیلی بد شدن وای اینا یه تایمی من خیلی دوستشون داشتم. آره ببین این بند خیلی خفن بود اصلا، هنوز که هنوز آلبوم قبلشون رو میتونم گوش بدم، ولی آلبوم جدیدشون مثلا ترک جدیدشون نمیتونم اصلا. نه منم نمیتونم، من بی میدم متاسفانه. خیلی خوب یعنی داریم میدیم بهشون یه چیزی برای ریفاشون که انقدر ساده و کلیشه‌ایه. آره. حالا قشنگه، نمیام قشنگ نیست، ولی دیگه بابا دیگه وقتی بقیه بنده اینقدر دارن مثلا ریفای عجیب غریب میسازن، تو بزنیم مثلا در 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 اصلا به بقیه سین اصلا توجهی نداره، یعنی اصلا نگاه نمی کنه که چقدر داره پیشرفت میکنه این سین. اصلا متالیکاست، متالیکای مدرن متاله جورایی، کار خودشو داره میکنه کلا، با این تفاوت که مثلا متالیکا یه فن بیس خیلی قوی داره، اینا همون هم نداره. Thousand Blue. Thousand Below. من به شخص خیلی دوستشون دارم، ولی واسه نظر شخصیم نمیخوام، چون عدین هم از اوناست که بکنم گوش ندادی. نه نه اینا هم ندادم سیت. نه از این وکالای صدای خیلی زیر داره که تو خیلی عاشقشونی مثلا این هم گوش بدی اصلا حال نکنم، ولی این خیلی متال کوری تره موزیکشون نسبت به اونا، یعنی مثلا ایمو اسکریمون نیست، کامل متال کوره، ولی اینا هم خیلی مالی نیستن، مثلا اول سی مثلا میتونم بهشون بدم. اول سی اوکیه. آره بعدی که ما داریم The Devil's Wears Prada، اینا رو جدن من خوشم میاد ازش.
هنوز خوبن و دارن راجع بهتر هم میشن. امسال دو تا ویدیو میخواستم راجعشون بسازم نشد، ولی خیلی خوبن، ولی واقعا ترک های جدیدشون هم من خیلی دوست دارم. بندهایی که مثلا آلبوم جدید میدن تو میبینی که مثلا پسرفت که نکرده هیچی بهترم شده، خیلی حس خوبی میده. خیلی کمن بندهای اینطوری تو میدونی مثلا تو آلبوم مثلا سلیپ ناتو مثلا میخواد بیاد، تو از قبل میدونی که اوکی دیگه قرار نیست من چیزی مثل آلبوم مثلا آلبوم بیزگان بشنوم، میدونی که اصلا قرار نشنوی. اونجوری نمیتونی بشنوی، ولی باز یه امیدی مثلا داری که موزیک خوب بشنوی. اینا ولی اینجوری نیستن، اینا میدونی که هنوز بهترین کارشون رو ندادن. آره پیشرفتی که دارم هیجان انگیزه مثل بعد نمیزنی جورایی. آره من بعدم نمیاد من با اس اوکی ام. اس بذاریم، اس کم زیاد نیست شو نمیدونم، پس بذاریم اول ای. اول ای خیلی آره بهتره. آره اس خیلی یکم زیاده واسه شما. آره اوکی. اتک اتک عشق من، اتک اتک این میم ترین بند متالکوره. یه دونه موزیک ویدیو دارن پشتش ماشین میترکونن و داره سیگار میکشه سینمایی فازه. این بچه خوشگله کامل بعد داره سیگار میکشه پشتش، چه فازی. خیلی بالا موزیک عجیب غریب زیاد دارم. بعد وکالش هم افتضاحه تو اون ورژن اول، اون موزیکای آلبوم اولشون خیلی بده. یعنی بعد از اینکه کلیپ شما از بند رفت، اون ترک هایی که بعد رفتن اون دادن خیلی بد بود، ولی بعدش باز کم کم بهتر شدن. البته اون زمان اون مدل فالس کوردی میخوندن همه وکالیستا. مثلا خود اسنگر جو برینگ می هورایزن هم همه فالس کورد، اونا خیلی کسی فرای نمیخوند، واسه همین صدای خیلی بدی میداد کلا. ولی به نظر من اتک اتک الان دیگه جایگاهی خیلی نداره و من متاسفانه به نظرم تو بی بد بذاریمش. بی یه زمانی باز خوب خیلی خوب بهشون دادی، هم به پاک فیدرایب خیلی خوب دادی هم به اتک اتک. ببین به یه دلیلی خیلی اتک اتک براشون رسپکت قائلم، به خاطر اینکه این قضیه کرپ کور هستش که شبیه روی خرچنگ میذارن و اینا. اصلا این مدل گیتار زدن و اتک اتک یه جورایی باب کرد که انقدر گیتار رو پایین میبندن که بعد اینجوری از دونهاشون خم میشن شبیه خرچنگ میشن. اینا تو موزیک ویدیوهاشون این کارا رو میکردن که بعدش مثلا اسینگر الکساندری رو یاد گرفتن اون کارو کردن و یا بقیه کلا کرپ کور رو اینا ساختن تو میمندی یه جورایی. آره اوکی آخر بی اوکیه یا میخوای آخر بی؟ نه دیگه وسط و بی دیگه. آخه بنده رو نگاه کن از پارت پیدراف که بهتر. آره خوبه. پریفری خیلی خوبه. خیلی اینقدر اینا زحمت میکشن برای ترکاشون که من اصلا روم نمیشه جز اس چیز دیگه اصلا. بدم کلی زحمت میکشن و پولم در نمیارن. واقعا خوبن و لایو قوی، لایو قوی. یه تایمی اینا خیلی هات بودن، فکر کنم دقیقا سال 2014 بود آلبوم چیز آلفا اومگا کی اومد، دوتا جلد داشت هم آلفا هم اومگا. اون تایم من یادمه به عنوان پدیده های آینده متال همه ازشون یاد میکردن و تو مثلا دقیقا تیترای مجله ها این بود پدیده های آینده متال و اینجور چیزا و به حق هم یه همچین حرفی راجبشون میزنن. دقیقا مثلا راجب بعد اومنز یه همچین چیزی میگن یه جورایی. آره. نه اونجوری رو پریفری خیلی وحشتناک امید بود و هست هنوزم، یعنی کارشون رو انجام دادن. اینجوری که مثلا با بولش میکردن و تبلیغات واسش میکردن من گفتم اینا خیلی پول در میارن و خیلی خوب میگیره. کارشون رو خیلی درست انجام دادن ولی پولی در نیاوردن. عجیبه هنوز اون سطحی نرسیدن که بتونن پول در بیارن. الان تو همین لیستی که اینجا هست جز اسینگ الکساندری و برینگ دی هورایزن خیلی در نمیارن. حالا آیشتن کیلز مثلا فالینگ ریورس هم اوکیه، ولی بله موشن استین وایت هم خوب پول در میاره. موشن استین وایت هم خیلی خوب پول در میاره اونم چون قدیمی هم در میاره، مثلا تازه الان دارم پول در میاره. اگر بقیه که اصلا هیچ چی ها جیم ازایلای داینگ هم خیلی پول در میاره به خاطر اینکه کریستیان متاله. خیلی خوب پول در میاره، یعنی اصلا عجیب و غریبه این داستان کریستیانیتی بیاد تو داستان خیلی خوب بهت پول میدن. آره. ولی بقیه شما اونجوری پول در نمیارن واقعا. حتی باز
مثلا عدد رو نگاه کنی پول کمی نیست، ولی خب آره ما از ما که خیلی فضایی نیست. آره اصلا اونجوری که حالا ما مثلا فکر کنیم مثلا $10,000 اینا نیست، معنا نیست. نه ثروتمند که مطمئنا نمیشن از همه این بندهایی که از 5 تاشون فوقش بشن، ولی دیگه واقعیت دیگه چیکار میشه کرد. وی کیم از رومنت نظری داری راجبش؟ دوستشو ندارم خیلی خیلی همه جا اسم ازشونه و از اینان که یه تراژدی خیلی بدی برای بندشون اتفاق افتاد چند سال پیش، که خب وکالیستشون فوت شده، که از وکالیستشون چون دو وکالیسته بودن. بعد کلن از این بندهایی بودن که تو یعنی خیلی اتفاقات بدی براشون افتاد. سر چی اودی زد یا مثلا تصادفی چیزی؟ یادم نیست راستش، فکر کنم اودی بود. احتمال داره اودی باشه. اودی بود آره. ولی خب الان اون وکالیست دیگه خوب بند و نگه داشته، موزیک ویدیو خیلی خفنی هم دارن. به هر جا هر جا بگی میذارم اشو به جز اس، ولی هر جا بگی میذارم اشو. نه اس و ای که نمیذارم اش، به نظرم بیه. بی باز قبل مثلا اتک اتک و قبل از افتر دی بریال. آره آره اینجا جاش خوبه. بند بعدی لندمارکس خیلی گناه داره، خیلی خوب و گوگولی هم، گوگولی ترین بند متالکور هم به نظرم، فرانسوی هم هستن. اینو باید بیشتر چک کنم، فرانسوی باشه اصلا باید بیشتر داره وکالیستشون، اینقدر لحجه این بامزه است، اینقدر انگلیسی خوندنش به دل میشینه و شیرینه، اصلا با لحجه فرانسوی خیلی باحاله. بعد خلاقیتشون چجوریه؟ چون فرانسوی دیگه خار و مادر خلاقیت هم. لندمارکس نه خیلی اونطوری خلاق نیست، خیلی احساسی موزیکاشون، خیلی عشق و اینا، کلا رمانتیکه، یه جورایی رمانتیک متال کوره تقریبا. خب خیلی حال نکنیم، ولی خب من دوست دارم، ولی بازم جز بی به نظرم بالاتر نمیدم بهشون. اینجا آره بازم خیلی. گروه بعدی بندیه که خیلی زحمت میکشن، قشنگ نونه حلاله رو میخوان در بیارن، خیلی ترک میدن، ترک موزیک ویدیو سنگین سبک هی داره مثلا تست میکنه. منفیس من یه کاری که کردن رو دوست نداشتم، اون این بود که چرا مثلا 10 تا موزیک ویدیو توی یه لوکیشن دادن. اکتام شبیه هم عجیبه. آره اونش خیلی بد بود، ولی آلبومی که دادن آجی، من اتفاقا همین امروز تو جاده داشتم گوش میدادم. ببین اگه بهت بگم من یه ساعت نان استاپ داشتم فقط منفیس میفایر گوش میدم، باورت میشه؟ نه با مرسی. یه ساعت به نظرم ای قطعا ای جزء همون ردیف اول به نظرم خوبه داشت. این بذار اینجا باشه، بذار دستش نزدیم. بعدی Stick to your guns چیز خاصی نداره به نظرم. اگه نصف شب بود خوابتون نهی برد اصلا نمیرسونه چه بندی بود شده یه چک بزنید بندی نمیشه بیشه. حالا ما داریم اینجوری میگیم، خود سم کارتر وکال آرکیتکس یه روز دیدم استوری کرده بود یه دونه از آهنگای Stick to your guns، اینقدر حال کرده بود، کلی داشت چیز میکرد، دمتون گرم و عجب موزیکی دادین و مثلا من خودم سگتونم و اینقدر فلان و اینجور حرفا دیگه جیه هم دیگه نم. ولی خب ترک و استوری کرد I'm your dog now I'm your dog pet me. بله بعدی بندی که اینم خیلی تو ایران طرفدار داره و آره خیلی تو ایران طرفدار داره. پارسال آلبوم دادن اگه اشتباه نکنم. آره آرورا بود اسم آلبومشون فکر کنم. دوست داشتم خیلی به من گفتن یه چک بزن جذبم نکرد. شما خیلی دوست داشتم اونم شات پاکا بود. بیا آلبوم خوبی نی یا ترک شاید توش خوب باشه، آلبومه واقعا با آلبوم خوب من ازش یاد نمیکنم. شات پاکاکشون عالی بود، یعنی ملودی وکالا مثلا وکال کلین و کارسا فوق العاده بود و موزیک ویدیو عالی بود.
یعنی از نظر سینگل جزء یکی از بهترین سینگلای بود که تا حالا شنیدم کلا تو متالکور. اونم خیلی قفلی زده بودن گوش مثل ممفیس. به نظرم من ای نمیتونم بدم بهشون. نه ای که زیاده واسه شون واقعا. آره. ولی توی بی به نظرم اینکه اول یا دوم بی باشن حقشونه. اینجا البته نه، دارم فکر میکنم بعد از ایرا به نظرم بهتره، چون اوناها مثلا خب خیلی قدیمی تر. آره. بعد مهمتر از همه اینه که اینا میتونن آلبوم خوب بدن هنوز. آره. سینگل به سینگل ترک سیاد چیز نمی کنم. آلبوم خفن دادن واقعا سخت آلبوم است. آلبوم خوب دادن به چیز عجبسی استرسی که خود دیگه موزیسین دیگه استرسی که روت میاد واسه این داستانی که آلبوم خوب باشه چیز عجیبیه. بریم بند بعدی Stray from the Past. خیلی بند مزخرفی واقعا. اتفاقا یه فیتم با لندمارکس داشت که مثلا هر وقت میخون مثلا میگفتم با خفه شو بذار بخواه لندمارکس بخونم و هم خورسته بود چیزی یه رپ خیلی بدی میخونه، صداش وکالیستشون صداش خیلی خاصه، خیلی بچگونه است صداش. آخه شبیه موشیه که پنیرش رو ازش دزدیده یه نفر و این عصبانیه میخواد پنیرش رو بگیره. حالا به موزیکاشون خوبه ولی وکال واقعا خوب نیست به نظرم. بذارمش دی یا اف؟ به نظرم من دی میدم بهش. اف نداریم نه واقعا اف که نداریم دیگه همه اینا نیومدن با اونا هم اف نیستن اف ها نیومدن اونا موزیک خوب دارن. بریم سراغ درست خیلی تنفر انگیزن اصلا خیلی تنفر انگیز باید صحبت پولاریس مون. آره پولاریسو پولاریس سرش کجا رفته خیلی ویو دارن هنوزم که هنوزم رفتم اسپوتیفایشو نگاه کردم ببینم چقدر میخورن 700-800 هزار تا فکرم داشتن ماهیانه. خیلی زیاده. من آره فکر نمی‌کردم قبلا بارم نمی‌دونم. من فکر نمی‌کردم قبلا بگیرم. چرا؟ یه دونه تکشون 30 میلیون فکر کنم خورده بود تو اسپاتیفای. آره. یه دلیلی داره پولاریس چرا اینطوریه. و به همون دلیلی که نورث لین و پارک وی درایو هم همینطوریه. هم. علتش اینه که اینا استرالیایین و کلا خود استرالیایی‌ها رو بنداشون خیلی دو آتیشن، خیلی حساسن. و واقعا حمایت می‌کنن بندای کشور خودشون رو. حالا آمریکایی‌ها مثلا اینطوری نیستن، فقط همه چی گوش میدن، ولی مثلا تو اونجا که من میدم استرالیایی‌ها خیلی روی بندای خودشون متعصبین. اصلا پارک فیدرا اگه آمریکایی بود تا الان 10 بار دیسبند شده بود. آره موافقم. پولاریس کجا بذاریم منظورت؟ پولاریس یا آخر ای یا مثلا بی کنار مثلا رو سه چهار تا گنده های بی سه اینجا ها به نظرم. آره اونجا جاش خوبه بد نیست خوش میگذره بشه. یه نگاه کلی به لیست بندازیم و اگه با هم قرار نبود تیر بندی کنیم احسا کدوم بودن نظرت به نظرت احسا کدوم اگه... بودن کیا بالاترین تیرها رو میگرفتن کیا پایینترین تیرها رو از بین همینا؟ از بین همه اینا. آره یه چیزی هم میگه بولت فرم ولنتاین نیومد. آره. یعنی فراموش کرد خیلی بود. آره. اونا دیگه کیل سویچ انگیج نیومد دیگه تو ذهنم بود چند تا دیگه مثلا اسکیپ د فیت هم نیوردیم با اینکه خب مثلا جا داشت بیاریمش. آره. خب دیگه تو لیستمون اونا مشخص اسو میگیرن خیلی معلومه هنوز خوبن. کلسویجو هنوز من دوست دارم، هنوز خیلی من دوستش دارم. بولت فرام ونتر که اصلا آره مشخصه. آره اصلا پرسیدی کدوم رو اس میدم، من بازم سلیپ توکن به نظرم بهترین بنده در حال حاضر. واقعا رو دست ندارم با اختلاف از همونه که الان تو اسن هم بهتره. ولی بعد از اون از بین این بنده من به نظرم ویجوار، یعنی به من خیلی ویجوار میچسبه. آره.
خودت چی؟ من اگه بخوای دو تا بندم بگو که میذاری تو پایین ترین تیر در بین همینا. دو تا بند بگم از بین اینا بذاریم. تو اف یکیش که قطعا Stray From The Path، اون یکی دیگرم خیلی سخته شد نظرم ایس میای. من دوتا آخری ها که مثل خودت میسمیایی که اصلا بیزارمش تو زد میسمیایی رو میزارم پارک فیدرایف. پارک فیدرایف خیلی من رو ناامید کرده اصلا. بلایی که سر من آورده سر ترک های جدیدشون سه چیز عجیبیه. و دوتا اسم میزارم، یکی اسم تو کنه که اصلا شکی توشتی خیلی خفنه. سه تا اسم میزارم. پریفریه خیلی دوستش دارم، عزیز دل آخر سرمون رو برد ات الاخره این برو بالا. واقعا خیلی داده برام تو اینقدر ویلاف مایو دوست داشتی. خیلی دوستش دارم. اصلا یه تایمی من مثل یک اسب گوش میدادم اینا رو، نمیتونستم چیز دیگه گوش بدم. از همون تایم خیلی دوستشون دارم. من ممفیس هم بعدم نمیاد بذارمش بالا. ممفیس میفارایر؟ آره خیلی زحمت بکشن. آره قشنگ زحمت کشن. اصلا آلبوم جدیدشون عالیه واقعا، کامل زحمت میکشن واسه کاری که دارن انجام میدن. قابل احترامن، خیلی قابل احترامن واقعا. حالا این وسط من چیزم بگم، حالا بچه‌ای که دارن میبینن ویدیو رو، بچه‌ها دو تا بند رو حتما گوش بدین. دو تا بند تو این بند ها هستن که خیلی موزیکشون متفاوته نسبت به بقیه. شاید بقیه یه جورایی از یه نظری خیلی شبیه همان، ولی یکی اسلیپ توکن که اصلا کلن حسابش جداست، اصلا معلوم نیست چه ژانریه. یکی دیگه هم لوت اونم یه جورایی میکس مثلا اسلیپ توکن با دفتونز، اونم خیلی قشنگه، خیلی موزیکای عجیبی دارن. و اگه اهل مثلا موزیکای عجیبین که مثلا یکم پروگرسیو تور هم باشه، چون کلن ایرانی ها خیلی پروگرسیو دوست دارن کلن، آره. لوت نظرم خیلی بند خوبیه. این دوتا خیلی متفاوتن نسبت به بندهای دیگه ای که تو این لیست هستن. سین متال ایران میفهمی که بابا سواد اصلا موسیقی اینا واقعا بالاتر از بقیه. آره بعد سین متال ایران کلا با ملودیک و کلا پروگرسیو خیلی رابطه خوبی داره. آره خیلی آره. ملودیک مخصوصا ملودیک کرده، این اصلا یه ملودیک دس متال بهشون بده عشق میکنن، خیلی رابطه آره. خوبی دارن باش. خیلی گوش دادن خوب. آره آره یعنی اون هست خیلی گوش دادن، بعد اونا رو هی منتقل میکنن به بقیه، بعد بقیه هم خب باز مثلا از اون خوششون میاد. کلا به فرهنگ اونا نگاه کنی اکثر موزیکایی که هیت میشه تو ایران یه ملودی خاصی ملودی داره که تو ذهنشون بمونه. آره اونجوری هم نگاهش کنی هم ایرانی هم خیلی ملودیکه. آخه آره سوپر استار موزیک ایران هم مثلا نگاه کنی کسی که داره ملودیک کار میکنه دیگه، عملا ملودیکاره امیر تتلو. آره جدی داره شجریان نمیدونم مثلا واقعا امیر تتلو نگاه کنید به مارکت همه ملودیکتر داره کار میکنه دیگه، کاری نداریم داستان چجوریه، ولی خیلی سین موزیک ایران ملودیک خیلی دوست داره واسه همون. اوکی گیتاریست جدید هم که گرفته و دیگه میخواد حسابی ملودی بزنه براش. کی میگفت یه همچی چیزی؟ من برات بیس میزنم تو هم برام یه کاری کن. یه همچی داستانی داره اینا. من برات بیس میزنم تا تو رو برسونم. یه همچی چیزی. حالا من برام حالا آفستریم یه حرفایی داریم راجع به این مسئله. ولی آقا دمت کم خیلی تیربندی خفنی شد. آره تیربندی خفنی شد. مرسی از همگی، مرسی بچه‌ای که ویدیو رو دیدن. و نیکان جان اگه صحبتی داری بکن رو بریم واسه نیک. صحبت خاصی که ندارم، خیلی خیلی خوشحالم که مهمون برنامه‌ت بودم. مرسی که منو دعوت کردی، بسیار خوش گذشت در محضرتون و
امیدوارم که بچه ها این بنده رو گوش بدین دیگه، و بند ما هم گوش بدین در کنارشون. حالا ما شاید اس نباشیم ولی ای و بی و اینا هستیم دیگه تو انگلیس، سعی می‌کنیم. مثلا ترک آخر، ترک آخر که اصلا پیشرفته توی بگو اسمشو، موزیک هایی که در آینده قراره بیاد کار عجیب و غریب قراره کنی، درسته؟ نواز وکال و اینا، وکال، خود وکال خودت قراره یه اسکرین عجیب و غریب بزنی. یکی از ترکامون، آره یکی از ترکامون خیلی میره تو فاز دسکورد اسم تال تور، که یعنی خیلی روی بریکدانو اینا، حالا سورپرایز خوبی دارم واسه بچه‌ها. دسکورد خیلی پاپیولار تر شده توی ایران از متال کور. از آره. میتونم بگم من متال کورم زده بالاتر. سین آره خودشو آره. داره، خیلی خفن تر داره جلو میره. آه. خیلی خوبه. امیدوارم که از این نظر گوش‌ها ساتیسفای بشه و بچه‌هام دوست داشته باشن. حالا البته این سینگلی که اخیراً می‌خوایم بدین این اونی نیست که الان گفتم، ولی اون یکی از ترک‌های ای پی مونه که ان شاءالله با خود ای پی ریلیز میشه و امیدوارم که لذت ببرین. منتظر سورپرایز خفن باشین. مطمئنم خوشتون میاد. امسال سال خفنی کنن تو سینما متال ایران، اتفاقای خوبی قراره بیفته. دمت گرم، دمت گرم که اومدی. مرسی از تمام بچه‌ها که تا الان ویدیو رو دیدن. نظرتون رو بنویسید راجع به بندا و لینک تیر بندی هم توی دیسکریپشن هست. میتونید که انجام بدید و حالا یا استوری کنید تو دیسکورد بذارید. کلیک دیسکورد هم تو دیسکریپشن هست و اونجا حالا ما چک میکنیم و تو شبای آینده ای که حالا بعد اینکه ویدیو بیاد، تو شبای آینده مطمئنا با نیکا میشیم لیستا رو ببینیم، تو دیسکورد بشیم لیستا رو ببینیم هر تایمی که حالا اوکی بودیم. دمتون گرم، تا ویدیوی بعدی، موسیقی خوب گوش بدید. Not everyone likes metal.